در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم لنگر آسمان ستون زمین. تو به جبریل داده پر و بال، مستیم را بیا دوچندان کن یا علی یا محبل الاحوال. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. سلام میکنم خدمت تک تک عزیزانم، خانم ها و آقایان، خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. آرزو میکنم و از خداوند قادر متعال مسئلت میکنم که انشالله بهترین خیرات و برکات رو به سمت شما و زندگیتون سرازیر بکنه انشاءالله. حاجای کاشانی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید. سلام علیکم و رحمت الله، محضر حضرت عالی، عزیزانی که اینجا تشریف دارن، بینندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم انشاءالله علی رغم سختی های روزگار توفیقات الهی و نشاط و روزی به کفاف روزیشون بشه انشاءالله. انشاءالله. حالتون چطوره؟ الحمدلله، خدا خوش. خوشحالیم خدمت شما هستیم و در محضر عزیزان و بیننده های نازنینمون. قصه قصه مظلومیت اهل بیت نبی مکرم اسلامه، روایت غم و غربت که تا زمانه و این دورهی که ما درش هستیم هم استمرار داره، خاص دوران امام مجتبی علیه السلام که انشاءالله فرمایشات حاجی کاشانی رو مثل هر هفته با دل و جان خواهیم شد. بسم الله الرحمن الرحیم. در تحلیل حکومت امام حسن علیه السلام که از جهات مختلف برای مسائل روز ما هم قابل اعتناس مهمه، گروه های مختلف به سیره امام مجتبی، به سیره سید الشهدا، در مذاکرات بین المللی، در رفتارها، در تعاملات، در کنوانسیونها، در قوانین داخلی خارجی دائما استفاده میکنن، گاهی سوء استفاده میکنن. باید ببینیم که حکومت حضرت، شیوه رفتار حضرت، نوع مقابله جریان بنی امیه با حضرت چگونه بوده تا شاید ازش بشه الگویی برای امروزمون هم بگیریم، یا یه تجربه ای از نحوه قرارداد و عرض کنم خدمت شما رفتار و تعامل با دشمن. به عمد ما تاریخ رو به ترتیب روز جلو نمیریم، از این جهت که من نمیخوام در یه روز، یه هفته، دو هفته یک سری حرف ها و سوالات و شبهاتی مطرح کنم بعدن پاسخ بدم، چون میخوام تو هر جلسه بحث مشخص باشه. ما قدری رفت و برگشت داریم برای اینکه این فضا به صورت کلی دستمون بیاد و عزیزانمون تصویری که بهشون القا میشه تصویری به واقع نزدیکتر باشه. بله. آخرای جلسه گذشته به اینجا رسیدیم، ما یه خط کلی دنبال کردیم، جریان بنی امیه دنبال تخریب اهل بیت بودن، در مورد امام حسن علیه السلام مال دوستی رو دوست داشتن محور قرار بدن و نعوذ بالله نابخردی رفتار کردن، یعنی رفتار طمعکارانه و غیر عقلایی نعوذ بالله برای اینکه خودشون رو توجیه کنن. بعد عرض کردیم علت موفقیت نسبی بنی امیه ماجرایی بود که بعد از پیغمبر اکرم اهل بیت رو کنار زد، لذا اهل بیت رو درست نمیشناختن. گزارش هایی مطرح کردیم که امیرالمومنین سلام الله علیه سعی میکرد امام حسن و امام حسین علیهم السلام رو معرفی کنه، که امروز هم نکاتی عرض میکنه. امام مجتبی علیه السلام تلاش میکرد خودش رو معرفی کنه. هفته پیش و هفته‌های گذشته عرض کردیم که جایگاه امامتی حضرت مشخص باشه، انا الحسن ابن محمد. اللهم صل علی محمد. در این صلواتی که احتمالاً پایان روزهای سه‌شنبه خونده میشه داریم اللهم صل علی الحسن ابن سید النبیین، این که من انتساب به پیغمبر دارم، من جزء ابناء انای آیه مباهله هستم، مرا مثل معاویه نبینید، مرا مثل یک کسی که ممکنه با پول جابجا بشه نبینید، من آمدم از ملأ اعلی، آمدم دستتون رو بگیرم. در واقع اینجا امام نمیخواد از خودش تعریف کنه، امام طبیب نفوسیه که میبینه مردم سراغ رمال ها رفتن، هی میخواد توضیح بده پزشکی که شما رو درمان میکنه من هستم، طبیب نفوستون من هستم. تا رسیدیم به اینجا که آخرای جلسه گذشته به اینجا رسیدیم، فضای جریان بنی امیه این بود که امام حسن اولا دوست داشتن بگن خودش دنبال آتش بسه، یعنی پیشنهاد دهنده امام حسن نماویه،
که حالا بعدا باز به این خواهیم پرداخت هفته های گذشته، هفته های آینده. ثانیاً با طمع مالی این کار رو کرده که حالا باز مطرح میکنم. ثالثاً نعوذ بالله خائب و دست خالی هم برگشت. لذا یه جمله ای مطرح میکنن که ما می هفته بهش میپردازیم که معاویه بلافاصله زد زیر میز مذاکرات. این نمونه رو اگر با هم مطالعه کنیم شروع بحث ماست تا ما اشکالی که جلسه گذشته مطرح کردیم و دوباره بیان کنیم. معاویه در نامه‌ای که نوشت به امام حسن علیه السلام هفته پیش خوندیم که گفت من اگه میدونستم تو بهتر از من حکومت میکنی حکومت رو واگذار میکردم، تو بلد نیستی من بلدم. بعد گفتش که اما اگر با من همراهی کنی پول زیاد میدم، چی میدم، هر شرطی بخوای میدم. ثم الخلافت لک من بعدی، بعد از منم تو خلیفه ای، فانت اولا الناس بها، تو شایسته ترین مردمی. که این خودش تناقضه، یعنی دروغگو حافظه نداره. اگر شایسته نیست امام حسن این حرف چیه؟ اگر شایسته بود این معلومه که دست به هر بهانه‌ای میزد و تشبث به هر خلاصه گیاهی و هر دستاویزی میکرد که امام رو بتونه با خودش همراه کنه. اما نوشتن بعضی از منابع که وقتی معاویه با امام حسن صلح کرد، که حالا ما صلح و مفادش چه بودم این هفته هنوز نمیرسیم، توضیح دادم که ما به جهت شرایط تبیین بحثمون رفت و برگشت میکنه. گفته شده که امام حسن علیه السلام وقتی آتش بس رو پذیرفت بعد لطیا و لطی که توضیح میدیم چه اتفاقاتی افتاد، معاویه آمد کوفه. وقتی آمد کوفه اینجوری گزارش شده: صلا بنا معاویه بن نخیله. خب عزیزان امیدونه ما تمام مستندات رو هر هفته منتشر میکنیم، لذا من اسم کتاب ها رو نمیبرم. گفت معاویه آمد نماز خوند بعد از اینکه آتش بس امضا شد، یعنی معاویه شد حاکم مسلمین. بعد گفتش که انی والله ما قاتلتکم لتصلوا، من نجنگیدم نماز بخونید شما چون میخوندید دیگه، ولا لتصومو که روزه بگیرید چون میگرفتید، ولا و نه اینکه حج بدید چون میرفتید، نه اینکه زکات بدید چون میرفتید انجام میدادید. انکم لتفعلون ذلک، شما که این کار انجام میدادید. انما قاتلتکم لاتعمر علیکم، من جنگیدم که من امیر بشم و خدا به من این رو داد در حالی که شما کراهت داشتید، شما دوست نداشتید. گفته شده که بله همون دقیقه اول معاویه زد زیر میز بازی که بگن ببین امام حسن هیچی گیرش نیومد. ما توضیح دادیم هفته گذشته که ببینید معاویه شخصیت چند وجهی داره، با هر گروهی تلونی مطابق اون گروه داره. معاویه شام یک شخصیته که وقتی مرد با او یه تریلی متبرکات دفن کردن، گفتن این لباس پیغمبر، این کفش پیغمبر، این موی مبارک رسول خداست، این هم دستخط این مهر پیغمبر اکرم، یعنی در شام یه آدم مقدسی بایست باشه. اونجا یه جوره. در مدینه که اصحاب پیغمبر حضور داشتن اونجا هم نمیتونست زیر و رو بکشه زیاد، تا میشد سعی میکرد ظاهر و آرامشش رو حفظ کن. لذا داریم که اونجا وقتی رفت ادای دینداران رو خیلی خوب داشت. مثلا نوشته شده در مسند احمد هست اونجور که حافظمه، میگه رفت تو مدینه یهودن داد میزنه آی اسلام ور افتاد، همه دویدن که چی شد. اصل اسلام ور افتاد اینه که به جای امیرالمومنین و امام حسن حکومت مسلمین، بیت المال مسلمین، ناموس مسلمین، سرنوشت مسلمون رو بدن به شخصی مثل معاویه. دویدن جمع شدن چی شده؟ ببینید جلوی اصحاب باید گفت از پیغمبر شنیدم وقتی که زنان موی سرشون از پشت مثلا چادرشون قلمبه بشه، مثلا پشت سرشون گل سری چیز، وا اسلاما. آقا وا اسلاما به اینکه تو هستی، وا اسلاما به اینکه سرنوشت مسلمین رو امام حسن تعیین نمی‌کنه تو تعیین می‌کنی، وا اسلاما از اینکه سرنوشت مسلمین رو رغبت و رضایت مسلمین تعیین نمی‌کنه تو تعیین می‌کنی، شورای مسلمین تعیین نمی‌کنه تو تعیین می‌کنی. منتها ببینید یعنی اصل، یعنی داره دقیق. افکار رو من خیلی حواسم جمعه، من به حجاب کذا، من به و من خیلی خوبم. زمان پیغمبر دادهای پیغمبر برای این بود که مثلا مو خانوما پشت سرشون زیر مقنعه قلمبه وقتی نشون داده ظاهرش پیدا نباشه و به اذهان هم داره جهت میده. بله دقیق. دقیق اینو عرض کردم که معاویه مدینه یه تصویر داره، معاویه شام یه تصویر، معاویه کوفه یه تصویر. معاویه تو کوفه که یه جنگ مفصل صفین داشته، هزاران هزار کشته داشته سپاه شام،
و اگر اون حکمیت و قرآن به نیزه کردن نبود، دمار از روزگار شامی ها در می اومد. حالا که اومده حکومت رو قبول کرده، حالا که میدونه شیعان امیرالمومنین، طرفداران حضرت، کسانی که از نظر سیاسی با حضرت همراه بودن، دشمنان شماره یک بنی امیه از خوارج و غیر خوارج و یاران همه در کوفه جمعن، ممکنه در کوفه چنین بگه، چون جلوی کوفیان معاویه لازم نیست بخواد درویی کنه، میشناسندش. اما آیا معاویه این رو عملم کرد که گفت دیگه من همه قرارداد زیر پام؟ به نظر شما اگر میخواست علنی این کار رو بکنه، بعدن جلوی مردم توی مدینه و اینا حرف ازش میخریدن. نه، این ببینید، یه وقتیه شما چشم پاک یا شریعتی جایی رو نگاه نمی کنی، به اموال مردم چشم نداری. نعوذ بالله، من اینطوری نیستم، ولی عدالت عارضی برام پیش میاد. یعنی چی؟ میگن اینجا مجهز به دوربین مدار بسته است و من میدونم همین الان زنده دارن منو جای دیگه میبینن. حواستون رو جمع. من چشم پاک میشم، چشمم به سمت اموال مردم نمیره، نه چون نفسم ملکه نفسانی عدالت دارم، چون عارض بیرونی نه، اینا با هم فرق میکنه. اینی که میخوام عرض کنم، کسی فکر نکنه من میخوام بگم او میخواست عدل بورزد. او به خاطر بعضی از موضوعات لازم داشت عادل تلقی بشه، لذا حلیم تلقی بشه، بردبار شناخته بشه. او باید این کار رو میکرد که بتونه گروه ها رو اداره کنه. او حتی در شام فکر نکنیم محبوبیت آنچنانی داشت. گروه های مختلفی که در شام بودن در ماجرای جنگ صفین، قبلا یه قدری توضیح دادیم که یمنی تبارها بودن، اقوامی بودن که اینا در کوفه فامیل داشتن، گروه های متعدد بودن، در واقع باید با اینا تعامل میکرد. اگر قرار بود خیلی کارهای عجیب غریب بکنه و اونا راضی نباشن، خود اونا ساقطش میکردن، لذا مجبور بود کارهایی بکنه، از جمله این که بنشینه طرفداران امیرالمومنین رو دعوت کنه. اگر رسیدن امروز چند نمونه میخونه، خانم های آقایانی بیان مدح امیرالمومنین بگن و او بشینه و بعد پول بده اینا برن. میگن عجب حلم و بردباری، او نیاز به این داشت. صدها مورد شاید در تاریخ داشته باشیم و من همین امروز با این کتابی که بودم حدود 16-17 مورد آوردم. یه جاهایی لازم بود بازیگری کنه. حالا من عنوان بازیگری هم اگر نگم، میگم دوست داشت حلیم دیده شود به خاطر منافعش. توجه میکنی؟ حالا ممکنه اگه من بگم بازیگری، مثلا بگن شما میخوای نسبتی بدی چی، میگه آقا اونی که دیده میشد این بود، گاه اگر میخواست حج را هم بکشه، معمولا اینجوری بود، یک سری آدم پیدا میکرد مثل عمر سعد، مثل شمر ابن ذوالجوشن، مثل شبس عربی و دیگران، و خودش میستاد کنار، گفت شاه شهادت بدید که این آدم خلاف امنیت ملی عمل کرده، اهل بغی، خروج از دین داره، چی داره، حکمش اعدامه. ای بابا، من که نمیتونم به دستور این فقهای امت که شهادت، ای کاش میشد یک کاری رو اعدام کنید، قانون رو چه کار کنم؟ توجه میکنید؟ یعنی میدونست دقیقا کاری که یزید نمیدونست. یزید خودش قانون بود، معاویه سعی کرد قانون بسازه، مقابل قانون قرار بده، گفت من حلیمم، دوست داشت اون رفتاری که جامعه درباره امیرالمومنین سلام الله علیه شنیده، که فقرا می اومدن، مظلومان می اومدن، بخاطر در یه شهری، یه دهی، فرمانداری دهداری جای ظلم کرده بود، می اومد جلو امیرالمومنین داد میزد و حضرت همراهی میکرد، دوست داشت او هم این تصویر را داشته باشه. گاهی نامه های امیرالمومنین رو که به خودش نوشته بود به دیگران به اسم خودش بخش هایش رو منتشر میکرد. بالاخره دوست داشت او هم یک شخص، کسی دوست نداره یه آدم کلاش معرفی بشه دیگه. بله خب. اصلا ببینید، فرعون هم که بخواد با حضرت موسی سلام الله علیه بجنگه، نمیگه من چون فرعونم دوست دارم موسی را بکشم، میگه اگر موسی بیاد کشاورزی آسیب میبینه، نسلتون چی میشه، آبا و اجدادتون، دارایی های معنویتون، میراث پدرانتون، سنت ها و آداب و رسومتون آسیب میخوره، که مردم همراه بشن. به شدت معاویه به این مراقبه که تصویرش چیست. لذا برداشت من از این گزارش ها اینه که اگر این گزارش ها باشه که او رفته همون روزای اول جلوی امام حسن علیه السلام گفته که من همه رو زیر پام میذارم، به مرور این کار رو کرد، نه روز اول. اینجا میخواست تهدید کنه، وگرنه نکاتی عرض کردیم هفته گذشته که بلافاصله معاویه نیامد تمام اون حرفهایی رو که قرار بود انجام بده زیر پا بگذاره. همون روز اول حقوق اهل بیت رو قطع کنه، همون روز اول شیعیان رو دنبال کنن بکشن،
بزرگان شیعه که کشته شدن حدود 10 سال بعد کشته شدن. من میخوام بگم شما یک بازه 7 تا 10 ساله، 6 تا 10 ساله ببینید، به مرور کم 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 این خیانت صورت گرفت که نگن یک دفعه امام مجتبی دستش خالی شد. بله. و حضرت قبول نکردن، طبیعتا قبول نمیکرد. نمونه های عرض کردیم، یه نمونه دیگه هم که خیلی مهمه و الان محضر شما تقدیم میکنم که خیلی متن تلخیه، گزارش های زیادی نقل کردن، من اسم کتاب ها رو نمیبرم، در مستندات میارم، مثل بلازوری و مثلا ابن عساکر و دیگران نوشتن که امام حسن نامه نوشت به ابن زیاد که یه نفری به من پناه برده تو میخوای اذیتش کنی، حالا کوفه بود که نبوده ظاهرا، بصره بود احتمالا، اینو به خاطر من شفاعتش میکنم، این از یاران ماست، اینو کاریش نداشته باشید، نکشیدش. زیاد نقل شده در این نقل که جسارت به امام حسن کرد. امام حسن علیه السلام نوشته بود در اون نامه که من عبد الله الحسن ابن علی الى زیاد، نه زیاد پسر کی، چون از زمان اواخر عمر امیرالمومنین سلام الله علیه معاویه تلاش میکرد به زیاد بگه که بابای خودتو ول کن یا داداش من بشو، که جسارت توضیح بخوام بدم یعنی چی. امام حسن سلام الله علیه اینجا نفرمود زیاد ابن ابیه، نفرمود زیاد ابن ابی سفیان، من عبد الله حسن ابن علی الى زیاد. زیاد خیلی ناراحت شد، چرا نسب منو نیورد؟ نسبمو اسم نیوردی، اولا ثانی چرا اسم خودتو اول نوشتی؟ تو حاجت داری؟ و بعد شروع کرد جسارت کردن، در پاسخ نوشت الحسن ابن فاطمه. ببینید در طول تاریخ دشمنی، جسارت، بی ادبی به محضر اهل بیت از طریق نواسب اتفاق میافتد. کسی رو به اسم مادرش صدا بزنن معمولا توهینه، مگر موارد خیلی 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 استثنایی که یه مادری صدیقه باشه، مثلا عیسی ابن مریم و امه صدیقه قرآن بیان میکنه. فاطمه زهرا سلام الله علیها که اهل بیت افتخار میکنن به مادرشون، افتخارم دار، کاش ما هم از فرزندان حضرت باشیم خبر نداشته باشیم. اما بنی امیه دنبال جسارت، وقتی او رو به مادرش نام میبره دنبال بیادبی. این بیادبی در طول تاریخ بوده، اون زمان ها وقتی بیادبی میشده خیلی ها جرأت نمیکردن دفاع کنن، متاسفانه به جسارت ها پاسخ نمیدادن. حالا توضیح میدم، خود ائمه بعد وارد میشدن توضیح میدادن، دفاع میکردن. تا روزگار میگذره و به خاطر تعالیم اهل بیت کار به جایی میرسه که امروز اگر خدای نکرده کسی بخواد جسارتی به اهل بیت بکنه، معمولا تمام فرق اسلامی علیهش قیام میکنه، گرچه کافی نیست ولی از اون روزگار و از اون قدری بهتر. خیلی از کسانی که باید کاری بکنن مصلحت سنجی میکنن، ولی عموم مسلمین فرق مختلف غیرت دارن به اهل بیت و اینا پاسخ میدن، دفاع میکنن، عرض کنم خدمت شما توبیخ میکنن. و ای کاش ما مرده باشیم و نبینیم در روزگار ما جسارت به منظر اهل بیت دیده نشه. خلاصه اون نوشت از حسب زیاد به حسن ابن علی که اصلا تو کی هستی که بخوای این کارو بکنی و من اصلا میام میکشمتون و امنیت ندارید. و امام حسن نامه رو فرستاد برای معاویه. اینا رو برای چی دارم میگن؟ اگر فردای آتش بس تمام شده بود و معاویه همه رو زیر پاش گذاشته بود، خب معنی نداشت امام حسن شکایت کنه که این ببین این حاکم در بصره کجا، ببین داره چجوری حرف میزنه. بلافاصله معاویه نامه زد که تو نمی، این رفتار خلاف صلح نامه بله. ماست. و فعلا معاویه سلا نمیدون روز اول دوم چهارم پنجم اینا بخواد اکسل عملی سال چهارم اکسل نشون بده. چون آسیب میبینه، حکومتش آسیب میبینه، وجه خودش آسیب میبینه، بالاخره میخواد ظاهری رو حفظ کنه. و بعد گفت تو کی هستی؟ تو یه رگت به ابو سفیان میخوره که ما ایم و ما کریمیم، یه چیزی هم برای یه رگت هم به سمیه مادرت میخوره که وضعش معلومه کی بوده، مثل اینکه الان دوباره از رگ مادریت استفاده کردی، یه جسارتی هم بهش کرد و اون خجالت بکش. هرچی حسن ابن علی میگه رو چشمت بذار بشنوم که اون شیعه حسن ابن علی رو مثلا بلایی سرش آوردیم چیکارت میکنم. و یعنی من خیلی پایبندم، ما گزارش جلسه پیش خوندیم، اینم باز یه نمونه دیگه. یعنی این که خیال کنیم هیچی و پایبند نیست، فعلا مجبور قدری. بله الان هم فرض ما هم مسئولینمون دارن مذاکره میکنن، انشالله اگر توافقی به نفع مردم باشم شکل بگیره، بازم ممکنه دشمن پایبند
نباشه ولی به خودم پای من نباشه، سعی میکنه افکار عمومی دنیا رو خودش همراه کنه، یا با زور یا با پول یا با هر چیز ظاهر سازی میکنن. بله خلاصه اینجا این موارد نشون میده که امام حسن علیه السلام مراقبت میکنه. من نمیخوام بگم تخطی از صلحنامه نمیشه، تلقی به کأن لم یکن نشد، یعنی در مجلس معاویه فوش به امیرالمومنین داده میشه، در مجلس سران که حالا توضیح میدم نعوذ بالله، در مثلا مجلس مروان حاکم مدینه فوش به امیرالمومنین نعوذ بالله داده میشه. اما اینکه دیگه بگیم تمام منابر، ما برداشتمونه که این سالهای اول اینجوری نیست، همه شیعیان رو بگیرید پیدا کنید، هر حفره‌ای رفته بودن قائم شده بودن، هر خلاصه مخفیگاهی بودن برید اینا رو پیدا کنید دست و پاشون رو ببرید، اینا مال اون روزهای اول سالهای اول نبود. نیست. و در واقع این رفتاری که ما مثلا سلام الله علیه ایجاد کرد که بعدا توضیح میدیم نسبتش رو با صلح حدیبیه که فتح الفتوح فتح مبینه، پرده از چهره بنی امیه برداشت، چون امام حسن 100% اجرا کرد در شرایطی که توان نظامی هم نداشت، ولی به مرور او خلافش عمل کرد. و ما میبینیم وقتی میخواد ولیعهد یزید رو اجرا کنه میذاره صبر میکنه امام حسن کشته بشه ترور بشه، بعد اگر زده زیر همه چیز خب براش خیلی بهتر بود سال 48 اعلام کنه، 47 اعلام کنه، 50 اعلام کنه، ولی نمیتونه. نه نمیکنه، نمیکنه، برای اینکه میگه امام حسن زنده است نمیشه. تازه اینی که خیال کنیم امام حسن سلام الله علیه می نشست جلو چشمش فوش به امیرالمومنین نعوذ بالله می دادن و سکوت میکرد، اینجوری هم نبود. اینم از بهتان هایی است که به امام حسن سلام الله علیه زده شده. اینقدر موارد دفاع های امام حسن سلام الله علیه زیاده و گسترده است که جلساتی لازم داره که حضرت وقتی نشسته مفصل پاسخ داده. یکی جلسه پیش گفتیم وقتی خبر میدن که قاتل بیار پست جناب محمد ابن ابی بکر معاویه ابن حدیج در مجلس معاویه یک حرف زشتی به امیرالمومنین زده و حالا اومده مدینه، مثلا حج و بعد اومده مدینه، و به حضرت گفتن این اون معاویه ابن حدیج، حضرت و سراغش گفت انت صاب علی ابن ابی طالب. معاویه ابن حدیج نوشتن خیلی بی حیا بود، ولی اینجا سرش پایین انداخت. اگر یه سکه رایج بود که در همه محافل فوش میدادن نعوذ بالله امیرالمومنین اون زمان میدادن و بعدن، فعلا برای اینکه جا بیفته مراکز اصلی حکومتی این کارو میکردن و اگر خبرش به امام حسن سلام الله علیه میرسید پاسخ میداد. اینجا توبیخ کرد از خبری که قبلا شده. موارد زیادی مثل احتجاج تبرسی و جاهای دیگه داریم که حضرت مفصل دعوتش کردن در مجلس معاویه و حضرت مفصلا پاسخ داده، مثلا نوشتن پسر عثمان، مغیره، معاویه، ولید ابن عقبه، امرهاس، اینا حاضر بودن، هر کدوم بلند شدن که تو پدرت چه بوده، از اول دشمن بودید، پیغمبر شما رو قبول نداشته، خواستن در جمع مثلا کنف کنن حضرت رو، کلماتی حضرت به کار برده که امرهاس گفت من دیگه در مجلسی که حسن ابن علی باشه نمی نشینم. مثلا فرض بفهمید به ولید ابن عقبه فرمود که تو که پدرت عقبه نیست، خودت هم میدونی، بذار من نگم، تو اصلا خودتو چسبوندی به قریش برای چی. به همراز فرمود که تو که وضعت معلومه، بابات که بابات نیست، از طرفی هم همینی هم که فعلا عاص ابن وائل اسمشه همون کسی که قرآن او رو ابتر نامیده، غیر از این که مادرتو ویژگی هایی داشته که کذا و کذا. بعد همینطور نسبت به معاویه، نسبت به برادر معاویه و عبارات، مثلا برادر معاویه گفت من خیلی شجاعم فلان، گفتش که تو ننگ های خانوادگی و خیانت های بستگان درجه اولت رو نمیتونی جمع کنی، میدونی در خانه تو به تو خیانت میشه و صدات در نمیاد، حالا برای من شاخشونه کشیدی، تا این مرد جنگ بودی تو در صفین میدیدیم تو رو. و طولانی. بعد حضرت فرمود شما راجع به کی دارید حرف میزنید؟ اون موقعی که بابای من پرچمدار بدر بود، معاویه تو پرچمدار قریش بودی، تو رئیس کفار بودی. و امرهاس فرمود که اون موقعی که پدر من به دو قبله نماز میخوند، تو علیه پیغمبر اکرم تو مردم نشسته بودن، یعنی مجلس حکومتی بود، زینت کرده بودن و آراسته بودن. و اون موقع که برای پدرم من کنتو مولاه و چی میفرمود، تو داشت 70 بیت در
مذمت پیغمبر نعوذ بالله سرودی. حالا شما شدید چون اینا مجبور بودن تو جامعه بگن ما دیندارانیم، دلسوز اسلامیم و پیغمبر او رو قبول نداره. اون یکیشون گوش گفت حسن ابن فاطمه، گفت مادر من فاطمه زهراست، دختر پیغمبر سلام الله علیها. شما جلوی مردم دارید خبث باطنتون رو نشون میدید. امروز هم اگر کسی روزگار به سمتی رفته که یه زمانی شیعیان باید تقیه میکردن، یعنی چه؟ تقیه خوفی منظورم، مدارات کم میشه است. یعنی که برای اینکه کشته نشن حق و کتمان میکردن، مثلا نمیگفتن ما حضرت زهرا و حضرت امیر رو دوست داریم، ما امیرالمومنین رو امام میدونیم. کار به جای رسید که حالا منافقان بغضشون از اهل بیت رو مجبورن پنهان کنن. و اگر از دهان کسی حواسش پرت بشه، ناگهان برای کهولت سن یا هر چی خودشو کنترل نکن از دهنش در بره جسارتی به اهل بیت، مجبور 100 بار غلط کردن بگه. این تقیه هم نیستا، این کتمان باطل باطنیه که داره الان بروز نمیده. خلاصه حضرت عمو جمله مردم میخواید بگید ما پیغمبر رو دوست داریم، مادر من دختر پیغمبره، تو چی میتونی حرف بزنی؟ همون کسی است که پیغمبر درباره او چه فرموده، چه فرموده آیه تطهیر. میخوام بگم که اصلا اینی که ما خیال به امام حسن نشست دست گذاشت نشسته بود فحش میدادن به امیرالمومنین و همینجوری نشسته بود نگاه میکرد. از صحبت های این چند جلسه کاملا پیدا و هویداست که حضرت کوه غیرت بود. کوه غیرت و سراسر فعالیت. یعنی درسته که به خاطر بدون یار بودن حضرت خیلی مجبور شد به خاطر اینی که اسلام رو حفظ کنه تا بعداً ضربه ای بزنه آتش بس امضا کنه، ولی ساکت نبود. ببینید جنگ امیرالمومنین و جنگ معاویه صفین هزاران هزار کشته داشت، جنگ سخت بود، خونریزی بود. امام حسن علیه السلام خودش مقابل معاویه جنگی به پا نشد، جنگ روایت بود، جنگ رسانه بود، کدام اسلام. لذا داریم در بعضی تعابیر که اینا کفار تأویلن، یعنی در فهم از دین خطا رفتن، فهم از دین. یعنی دو طرف میگن اسلام، دو طرف میگن رسول خدا، بعد جسارت به فاطمه زهرا سلام الله علیها میکنه یک طرف. یعنی نمیگن ما مسلمان نیستیم بلکه نماز میخونن، نماز جماعت دارن، نماز جمعه دارن، زکات دارن. امام حسن سلام الله علیه دید این جریان که میخواد بگه من اسلام حقیقی هستم باید پرده از نفاقش برداشته بشه، باید پرده از دروغین بودن و ادعاهاش برداشته بشه. اینجا جنگ کردن باعث کشته شدن و نابودی جبهه حق میشه، ولی در افکار عمومی، رسانه ها و برای آیندگان حق معلوم نمیشه. لذا حضرت باید شجاعتی بیش از شجاعتی که امام حسن رزمنده جمل و صفین نهروانه، باید شجاعتی بیش از اونا، با یه قربتی بیش از اونها سعی کرد پرده از روی نفاق بردار. بیار و بی سپاه. جنگ در برابر نفاق بسیار تلختر از جنگ در برابر شمشیر. امیرالمومنین در برابر شمشیر پیروز بود، در برابر قرآنهایی که با نیرنگ به نیزه شد شکست خورد. جنگ در برابر نیرنگ پیچیده تر، پوشیده تر، مظلومانه تره تا جنگ در برابر شمشیر. امیرالمومنین از میمنه سپاه میرفت، از میسره میومد بیرون، کسی پسش بر نیومد. شمشیر رو که میگردون همه فرار میکنن، شلوار از پا در میبردن و چه میکردن؟ نیرنگ و خدعه کشتو، ولی نیرنگ و خدعه، اونم مردمانی که مثل امروز روزگار ما ممکنه به خاطر منافع قبیله‌ای، منافع مذهبی، منافع باندی، منافع سیاسی حقی رو ببینیم، مظلومیتی رو ببینیم دفاع نکنیم، رومونو برگردیم پستم، مقامم، بگن آقا فلانی 4 جلسه دیگه بیاد سمت خدا پس حق نگم، یا مثلا شما بفرمایید چون اینجام، اون مسئول بگه مدیر کذا هستم، اون بگه من رئیس کجا هستم، اون رئیس شورای چی هستم، هر کسی هر جایی، عنوان بزرگ و کوچیک، میگه الان من اگر از حق دفاع کنم چی میشه؟ کی میاد از من حمایت میکنه؟ غریب میشم، نکنه عزلم کنن، نکنه چی بشه؟ مردم میکشن کنار. و این عقب گرده به همون دوران غربت. دقیقاً عقب گرده به دوران غربت. و امام حسن سلام الله علیه در این شرایط اتفاقا به شدت فعاله، میبینه که الان میتونه ضربه کاری بزنه به گونه ای که امروز وقتی یک منصف بخواد ماجرا رو نگاه کنه بگن که اون کسی که به قرارداد عمل نکرد بالاخره اون حسن ابن علی نبود. البته من نمونه هایی از بی ادبی رو باز خواهم گفت، چون باید روشن بشه که
امام حسن سلام الله علیه جنگی که معاویه داشته قرن یک تمام نشد، قرن دو تمام نشد، قرن سه تمام نشد. من از قرن 8 و 9 همجور تا امروز آوردم که دائما رسانه، خبر، گزارشگر، تاریخ، حدیث تلاش میکنه بگه این اسلام است یا اون، این درست عمل کرد یا اون، این مال دوست بود یا اون. و هنوزم اگر در جهان اسلام همین امروز جوانی بخواد حقیقت رو بدونه خیلی جریان شناسی لازم داره. علت این موندگاری ما تو این بحث این چند جلسه که یه عبادشو بگیم پیچیدگی مسئله است، قبارالود بودنشه و همچنان هممون وسط جنگ نرمه. بله، خیلی ها هستن میگن آقا مثلا فرض کنید همه میگن ما دوستدار پیغمبری، ما دوستدار اهل بیت پیغمبر ما حقیم. بله، صدام حسین گاهی اومده بوده حرم نماز خونده آقا من حسینم هست اسمم، مثلا رضا شاهی که با اسلام جنگید با حجاب جنگید اسمش رضاست مثلا. یعنی با ساده انگاری مردم که من اسمم رضاست، اسمم حسینه. محمد ابن عبدالوهاب اسم پسرش حسین بوده، اسم دخترش فاطمه بوده. آقا چقدر محبان اهل بیت کشته، چقدر فتاوا داره که تا صدها سال بعدم دارن محبان اهل بیت رو میکشن. ترجمه کنید، ملاک و نور نباشه همچنان حیرانی. و دشمن نمی آید بگه بسم الله الرحمن الرحیم بنده یک خونخوار خونریز جلادم، اسمم هم فرعون، این کار نمی کنه دیگه. یعنی در فضای افکار عمومی اسم خوب خودش رو منصوب به اهل بیت نمیتونه کسی بگه من به اهل بیت ربط ندارم، بگی من به اهل بیت پیغمبر رب ندارم، بسم الله الرحمن الرحیم من بغض به اهل بیت دارم، میفهمن منافقه، میفهمن نامسلمانه. پس باید بگه ولی کنار این زیر زیرکی کارهاشو انجام بده، کم کم آجرهای پی عقاید مردم رو شل کنه. لذا معاویه کاملا میگه من مسلمانم، تمام آداب اسلام باید رعایت شه. زیباترین مساجد مال دوران معاویه است، مساجد ظاهرا ساختماناش آباد ولی از حقیقت دین خبری نیست، روح نداره. امام حسن صلوات الله تو این شرایط شروع میکنن به معرفی خودشون. چند تا جمله عرض کن از معرفی خود حضرت تا بحث انشاءالله ببینیم به کجا میرسه. یعنی ما ببینیم امام حسن سلام الله علیه نمیخواد خودش تعریف کنه، چرا خودش تعریف میکنه؟ ما این رو ببینیم که در یک روستای طاعون زده ای رمالی بگه شما جن زده شدید، یه پزشک حاذقی برای خدا و دلسوزی جهادی بیاد تو اون روستا ببینیم دختر بچه ها پسر بچه ها گرفتارن و به اسم جنزدگی و رمالی میخواین اینا رو درمان کنن، هی میمیرن. یا آقا من پزشکم، من جایزه جهانی مبارزه با مثلا طاعون دارم. اینجا دلسوزی چی از خودش تعریف میکنه؟ یه نمونه شو عرض کنم. مثلا نوشته شده که امام حسن سلام الله علیه در اوائل حکومتشون، این در اموالی شیخ مفید و جای دیگه هست، بعضی هم اینو به امام حسین نسبت دادن، چون بعدن اگر زنده بودیم و رسیدیم عرض میکنیم که اوائل دوران امام حسین سلام الله علیه هم یک قربت حیرت انگیزه. چرا؟ چون عمده خیانت ها و پیمان شکنی های معاوی نسبت به آتش بس بعد از امام حسن، دوران امام حسین علیه السلام رخ داد و ما اصلا توجه نداریم، زود بیریم کربلا که امام حسین چه کرده در اون شرایط. تازه دیگه آتش بسی هم به اسم خودش نبوده، به اسم برادرش بوده، خیلی شرایط پیچیده بود. امام حسن علیه السلام اوائل حکومتشون سخنرانی کردن. این سخنرانی تو این فضا ببینیم که دنبال اینه که مردم رو هدایت کنه، خط و گم نکنن. یخطب الناس بعد البیعه له بالامر، هم اوائل فرمود نحن حزب الله الغالبون، ما حزب پیروز خدا هستیم، ما شکست بخوریم پیروزیم چون تخطی نکردیم، چون به عین الله عمل کردیم، پیروزم بشیم پیروزیم، پیروز ما هستیم. و ما امروز میبینیم جایگاه امام حسن کجاست، جایگاه سید الشهدا کجاست، جایگاه یزید کجاست، قبر حسین ابن علی صلوات الله در کرونا که این همه سختیه، گرانیه، چندین برابر شده، مملو و از جمعیت مردم با امید میرن از افریقا، مردم دیندار عرض کنم خدمت شما که صادق در محبت اهل بیت افریقا، اگر نتونن بیان در نیجریه به عشق حسین ابن علی پیاده میرن. بله. یزید کجاست؟ بله. معاویه قبرش کجاست الان؟ فرمود نحن حزب الله الغالبون و اطرت رسوله الاقربون، اطرت ماییم،
اون کسی که پیغمبر نگران بود اگر میخواید هدایت بشید برید سراغش، قرآن و اسرت بود، حضرت به اون اهل بیت طیبون الطاهرون علی رغم کوری چشم دشمنان اهل بیت، طاهر مطهر، طهر طاهر مطهر طیب ما هستیم. احد الثقلین الذین خلفهما رسول الله، ما هستیم، ثقلین ما این و کتاب خدا، ما رو با دیگران نسنجید. اتالی کتاب الله فیه تفصیل و کل شیء، همون جوری که قرآن درش هر چیزی میخوای تبیانا لکل شیء، تفصیل هر چیزیه. سوال دارید برای آخرتتون یا دنیاتون به ما باید مراجعه کنید. این خطبه امام حسن، خطبه امام حسن در واقع قربت اینه که بایست این جملات رو در یه شرایطی اگر اوضاع بعد از پیغمبر اکرم به هم نمیخورد، همونطور که یه بار قدیر داشتیم، برای هر امام بعد یه قدیری میداشتیم علنی. اینا دیگه قربتی که همون لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، همونجور که قرآن لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، قرآن پاکه، معصومه، قرآن که خطا نمیگه، قرآن که اشتباه نمیگه، ما همونیم. فالمعول علینا فی تفسیرهی لا نتظن تأویله بل نتیقن حقائقه، اگر کسی آیات قرآن از ما پرسه، ما گتره و کیلویی و زنی و گمانی حرف نمیزنیم، ما یقین میگیم. جای دیگه هم پیدا میکنید؟ همه مفسران میگن شاید اگر این باشه چی میشه، اگر اون باشه چی میشه، بیای سراغ ما، یقینیشو بهتون میگیم. فاتیونا فان طاعتنا مفروضه، طاعت ما واجبه بر شما. طاعت ما واجبه اینجا یعنی چه؟ یعنی چون من حاکمم؟ نه، طاعتنا، ما چون اهل بیتیم، اصلا اصالتا حق خلافت، خلافت از علم، خلافت از حکومت برای ماست. بعد حضرت فرمود که یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، ما هستیم. بعد فرمود یه جمله، احذرکم الاسقاء لهطاف الشیطان، بترسید شیطان خلاصه شما رو گول نزنه، نبرند شما رو به سمت جایی که خانه هاتون خراب بشه، تیرها به سینه تون بنشینه، نیزه ها به شکمتون فرو بره، امنیتتون به هم بخوره. این طرف در حال معرفی خودش حضرت که تو اون شرایط ما جایگاه رو ببینیم و در واقع روشنگری، تا اینکه انشالله قدم به قدم پیش بریم ببینیم که چگونه حضرت به سمت این آتش بس رفت. بسیار خیلی ممنون. آدم وقتای سراسر حسرت میشه، حالا نمیدونم اون زمان اگر ما بودیم کجا بودیم، تو کدوم سپاه بودیم، ولی کاش که می بودیم که حضرت تنها نمی بود. خیلی امیدواریم در روزگار ما هم از یا اهل بیت دفاع کنیم به حقیقتشون، به شخصیتشون، هم از یارانشون دفاع کنیم، هم از دینی که با این زحمت برای ما آوردن، هم حاکمانمون انشاءالله با درست عمل کردن مانع از این بشن که مردم نسبت به حکومت دینی بدبین بشن، هم دینداران به گونه عمل کنن که مردم زندگی یه نفر رو میبینن بگن این دینداره، این عاشق امام حسنه، با زن و بچهش رفیقه، با همسایه‌هاش خوبه، این اصلا این دینداری. امروز مردم از دینداران توقع کارآمدی دین دارن، حکومت کارآمد و دینداری فردی کارآمد. بسیار خیلی خوب، چه خوشحالیم که سه‌شنبه های ما مزین به نام قریب اهل بیت، کریم اهل بیت، امام مجتبی، که این ایام از غیرت حضرت داریم میگیم و از قربتشون. صفحه 384 رو دوستانم امروز تلاوت میکنن. ثواب تلاوت آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند امام مجتبی، پدر نازنینشون و مادر گرانقدرشون، که فاطمیه هم نزدیک، انشالله سنگ تمام بگذاریم در حد وسع و بضاعتمون. آیات 77 تا 88 سوره مبارکه نمر رو امروز تلاوت میکنیم و انشاءالله برمیگردیم در بخش دوم گفتگومون با احترام، با افتخار همراه شما و در کنار شما. اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم برای شفای مرضا دعا میکنیم برای حل مشکلات و معضلات مردم خواست مشکلات اقتصادیشون برای ادای دین مردمی که درگیرند و مکرر پیام التماس دعاهاشون به ما میرسه انشالله خداوند نظر لطفشون رو از عزیزانمون و از تک تکمون دریغ نداره اشاره قرآنی رو بفرمایید تا جای کاشانی با دل و جان بسم الله الرحمن الرحیم پیش از قرآن عرض کردیم امام مجتبی فرمود ما مثل دیگران نیستیم که با ظن و گمان از آیات قرآن سخن بگیم و این ظن و گمان چه بسا مردم رو به جون هم بندازه بلکه ما از یقین میگیم یکی از نمونه های گفتن از ظن و گمان و دور شدن از حقیقت قرآن جنجال قتل عام یکی از آیات همین صفحه مبارکی است که امروز تلاوت شد بعد برداشت کرد وهابیت و برخی از سلفیین خدا می فرماید انک لا تسمع الموتا ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین ای پیغمبر تو کسانی که مردند و نمیتونی سخنتو به گوششون بشنوانی کسی که دست در گوشش کرده نمیتونی هر کاری میکنی به او چیزی بفهمانی منظور آیه با توجه به سایر آیات که فرصت اندکه و ادله متعدد اینجا اینه که خداوند بین حیات طیبه
و ایمان یه رابطه برقرار کرده بین کسی که حیات طیبه نداره، راه میره ولی مرده است، روح مرده است، نفس مرده است، کوردله، ناشنوا به معنای گوش باطن نداره و مرده حقیقی در واقع این کسی است که حیات ایمانی نداره. لذا به این میت میگه. میفرماد تو به اون کسی که حیات طیبه نداره دیگه حرفتو گوش نمیده، کسی که دستو گوشش کرد. لذا کسی که در واقع ختم شده قلبش، مهر به قلبش خورد. این رو که یک آیه است بسیار انذار دهنده از اینکه آیا انسان‌هایی که هم چشم ظاهر دارید هم چشم باطن، اگر ایمانتون رو از دست بدید باطنتون کور میشه، ارتباطتون با عالم قطع میشه، مثل یک مرده بی جان میشید. و جریان وهابیت خیال کرد اینجا خداوند به پیغمبر میفرماد با کسانی که از دنیا رفتن نرو سر قبرشون سخن بگو. با اینکه ادله فراوانی داره. بله. و گفتن حرف زدن با میت مثلا شرک است و بدعت است و چه و چه تعداد آدم زیادی، هم داعشیان که فرزندان اون فکرن، هم النصرهیا، هم القاعده و جاهای دیگه کشتن، بوکو حرام و دیگران، برای فهم غلط از یه آیه. یعنی دوری از مکتب اهل بیت، دوری از فرمایشات و تبیینات پیغمبر و اهل بیت پیغمبر فقط ضرر تاریخی نداره که ما امروز تعریف کنیم، همین امروز هم ما رو خلاصه احاطه کرده. خداوند انشالله چشم ما رو به حقایق به برکت اهل بیت باز کنه. مادر حضرت مجتبی صلوات الله علیه از اینکه ساعتی رو به فرزند برومندش اختصاص دادیم از ما و بینندگان راضی باشه انشالله. انشالله. خیلی ممنون و متشکرم آقای کاشانی از شما. خیلی ممنون و سپاسگزارم از لطف و عنایتتون. میخوایم بریم مدینه و زیارت بکنیم امام مجتبی رو با دل و جان و خوشحال از اینکه بعد هزار و چند صد سال همچنان فاتح قلب تک تک ماست. تا فردا و تا سلام دوباره. متشکرم ازتون. السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا أمين الله، السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا نور الله، السلام عليك يا صراط الله، السلام عليك يا بيان حكم الله، السلام عليك يا ناصر دين الله، السلام عليك أيها السيد الزكي، السلام عليك أيها البر الوفي، السلام عليك أيها القائم الأمين، السلام عليك أيها العالم بالتأويل، السلام عليك أيها الغادي المهدي، السلام عليك أيها الطاهر الزكي، السلام عليك أيها التقي النقي، السلام عليك أيها الحق الحقيق، السلام عليك أيها الشهيد الصديق، السلام عليك يا أبا محمد الحسن بن علي رحمة الله و
وبركاته.